در این بخش از برنامه با یه هنرمند ایرانی آشنا میشیم که در کالیفرنیا زندگی میکنه. عرفان ملکوتی نویسنده، کارگردان و بازیگر جوان تئاتر 3 سال پیش از ایران خارج شد و به آمریکا اومد. او چندی پیش دومین نمایش خودش رو با نام ساکوتی در سالن کوچیکی در شهر سانتا مونیکا به روی صحنه برد. تجربه متفاوتی که تماشای اون برای هنردوستای ایرانی هم خالی از لطف نبود. همکارم آرش راد گزارش میده. گوشه و کنار شهر لس آنجلس پر است از سالن‌های کوچک و قدیمی نمایش که امکان مناسبی را برای هنرجویان و علاقه‌مندان کارهای نمایشی و موسیقی با هزینه کمتر و برای جمع‌های کوچکتر فراهم می‌آورند. سالن کوچک نمایش سانتا مونیکا در شهر لس آنجلس پذیرای جمع کوچکی برای اجرای نمایش ساکوتی از گروه تنها با بازی عرفان ملکوتی و میلاد صادقیان و به نویسندگی و کارگردانی عرفان ملکوتی بود. خیلی ازتون معذرت میخوام، ما هرگز سابقه همچین اتفاقی رو نداشتیم. با کی داری حرف میزنی؟ مگه این سالن سکیوریتی نداره؟ سکیوریتی چه بابا، سالن کدومه؟ خودم باور چدا. آقا شما کی هستی؟ اینجا چی میخواد؟ عنوان ساکوتی که به نوعی از ترکیب فامیل دو هنرمند روی صحنه، صادقیان و ملکوتی گرفته شده، داستان دو هنرمندی است که چون موفق نشدند در هیچ جا کار نمایش را که دوست داشتند انجام دهند، کارشان به یک بیمارستان روانی کشیده شده است. میلاد صادقیان که تجربه چندین کار دانشجویی در ایران و همکاری در کار قبلی ملکوتی را نیز داشته، در کنار نازنین جعفری به عنوان مسئول گریم و حسین شجاعی دستیار کارگردان، عرفان ملکوتی را در این نمایش همراهی کردند. قصه این نمایشنامه، این نمایش ساکوتی، فکر می‌کنم که یک طنز تلخیه از مشکلاتی که تمام هنرمندهای ایرانی دارند، چه اونهایی که 30 سال پیش اومدن اینجا و چه کسانی که مثل من 3 سال پیش اومدن اینجا. از زندگی همه ماها توش هست، به نسل ما که دارن کار هنر انجام میدن، حالا توی هر شاخه‌ای، تمام هنرمندهایی که الان گیر هستن و در بند هستن، فرقی هم نمیکنه چگونه در بند باشن، حالا توی ایران به یه شکلی، اینجا به یه شکل دیگه ای. خیلی سخته آدم حسرتش رو دوره کنه. خیلی عرفان، احساس میکنم حالت خوب شده، حرفای انتلک میزنی. ما تنها نسلی هستیم که وقتی آه میکشیم یعنی حالمون خوبه. عرفان ملکوتی کار نمایش را با گذراندن دوره‌های بازیگری در مؤسسه کارنامه در ایران آغاز کرد و پس از همکاری و تمرین با چندین هنرمند سرشناس تئاتر و تعدادی کار اجرا شده و بیشتر اجرا نشده به دلیل مشکلات گوناگون، پس از انتخابات سال 1388 در ایران به جهت تحصیل و با امید امکان کار در شرایط بهتر به ایالت کالیفرنیا در آمریکا مهاجرت کرد. او که 2 سال پیش اولین نمایش خود را در آمریکا با نام آرزو دارم به روی صحنه برد، پس از به ثمر نرسیدن کار بعدیش به دلیل عدم سرمایه گذار و تعداد بازیگران مناسب، به سراغ این کار با بازیگران کمتر و فضای کوچکتر و بدون دکور رفت است. ملکوتی پس از 3 سال تجربه اقامت در خارج از ایران، مشکلات اجرای کار نمایش در فضای مثل لس آنجلس را بیشباهت به فضای کار در ایران نمی دارد. دقیقا همون مشکلات هست، واقعا به یه شکل دیگه، فقط شکلش عوض شده، شکل آزادی عوض شده، شکل نبود آزادی عوض شده. توی ایران شما به راحتی میتونستی یه متنی بنویسی، یه گروهی جمع کنی، یه سرمایه جور کنی و بری برای تمرین، منتها در انتهای تمرین، در درست لحظه‌ای که میخوای اجرا بری، استاپت میکنن و خب نمیتونی اجرا بری. اینجا درست برعکسه، اینجا شما خیلی راحت میتونی هر جایی دلت بخواد اجرا بری، منتها اون پیدا کردن گروهه، اون پیدا کردن این امکانات، سرمایه، اینها سخته و نشدنی گاهی. ملکوتی که حدود 4 ماه را برای نوشتن و تمرین این نمایش صرف کرده، امیدوار است که بتواند با توجه به حضور جوانان نسل جدید مهاجر با استعداد و علاقمند به کارهای نمایشی، از حمایت علاقمندان به این گونه کارهای فرهنگی نیز برخوردار شود تا بتواند بینندگان علاقمند را با کارهای جدیدتر نمایش بیشتر آشنا کند. مخاطبی که بره تئاتر ببینه و بخواد به صورت جدی تئاتر ببینه رو نداریم، چون انقدر کارهایی که یک شوخی بیش نبودن دیده که فکر میکنه تئاتر همینه.
من فقط میتونم خواهش کنم از اون دیگران، از اون نسل گذشته که بودن و این امکان رو دارن، حمایت مردمی رو دارن، مخاطب رو دارن، اسپانسر رو دارن، اگر اونها کمی به تئاتر جدیتر فکر کنن، من فکر میکنم مخاطب ما هم به تئاتر جدیتر فکر خواهد کرد. این گروه امیدوارند که بتوانند این کار را در شهرهای دیگر نیز به روی صحنه ببرند. آرش راد، صدای آمریکا، لس آنجلس.